سلام، من نرگس صمدی هستم. امروز در خدمتتونم با آموزش یلیف. قبلش تشکر میکنم از همراهی همه شما عزیزان و بابت لایک‌ها و کامنت‌هاتون ممنونم. لیفی را که میخواییم با هم ببافیم این لیف هست. من قبلش درباره نخهایی که برای بافتن لیف هم ازشون استفاده میکنم باهاتون صحبت میکنم و بعد میریم آموزش رو با هم دیگه میبینیم. نخی که من توی بافتن لیف ازش استفاده میکنم، یکیش نخ پنبه هست که این لیف باش بافته شده و یه نخ دیگه که استفاده میکنم نخ اکریل تابه که این لیف باش بافته شده و کمی زبره و کسایی که دوستان لیف زبر تایی داشته باشن میتونن از این کانوا استفاده کنن. و اولین و بیشترین کانوایی که من برای بافتن لیف هم استفاده میکنم نخ بهاران هست که این لیف باش بافته شده و آموزش امروزمون هم همین لیف با همین نخ هست و اندازه‌ای که این لیف به ما میده قطر 16 و قد 23 سانت هستش و ما اینجا این لیف رو با قلاب شماره 2.5 ژله‌ای میبافیم. حالا با هم دیگه میریم و آموزش رو میبینیم. خب حالا میریم سر آموزشمون. برای بافتن این لیف ما اول یه حلقه جادو میزنیم، به شکل نخ دور انگشتمون میپیچیم، یه حلقه در میاریم، 3 تا زنجیره میزنم و حلقه را دستم در میارم. حالا برای بافت اولیه ما احتیاج به 3 تا پایه بلند نیمه داریم. پایه بلند نیمه چیه؟ خب اول که 3 تا زنجیرمون زدیم میریم داخل حلقه یه پایه بلند میبافیم، اولی مرحلهش رو میبافیم و مرحله دوم دیگه نمیبافیم، حلقه را نگه میداریم. دوباره میریم داخل حلقه یه پای بلند نیمه دیگه، یعنی یه مرحلهش رو میبافیم، حلقه رو نگه میداریم و حالا 3 تا رو با هم یکی میکنیم. بعد 2 تا زنجیره میزنیم، دوباره میریم داخل حلقه یه پای بلند نیمه میبافیم، 2 پای بلند نیمه میبافیم و 3 پای بلند نیمه میبافیم. حالا ما اولین بار 3 تا حلقه داشتیم به خاطر این بود که اول کارمون با زنجیره شروع شده بود، ولی اینجا دیگه از این به بعد 4 تا حلقه داریم. حالا 4 تا حلقه رو با هم یکی میکنیم، بعد دوباره 2 تا زنجیره میزنیم و میریم داخل حلقه دوباره 3 تا پای بلند نیمه میبافیم، 1 پای بلند نیمه، 2 پای بلند نیمه، این هم 3 پای بلند نیمه. حالا همه رو با هم یکی میکنیم و 2 تا زنجیره میزنیم. حالا ما باید 12 تا از این پای بلندای نیمه یعنی این 3 تایی ها باید 12 تا داشته باشیم با فاصله 2 زنجیره. به همین صورتی که گفتم میزنید و اینا رو میشمونیم. وقتی 12 تا شد من میام و آخر رو بهتون میگم. خب ببین الان من 12 تا رو زدم. خب وقتی 12 هم زدم 2 تا زنجیرم هم میزنم و میام به وسط اولی. ببینید این 3 تا پایه بلند اولی بود که بافتیم دیگه. ببینید دقیقا وسط این اولی یه بست میزنم به این شکل. بعد حلقم هم میکشم و چون میخوام رنگ رو عوض کنم قیچی میکنم و رنگم رو عوض میکنم. شما میتونید دو رنگ ببافین، مثل ما الان نخو عوض کنید، میتونینم این کار رو نکنید و یه رنگ ببافین و ادامه بدین. خب الان حلقم هم تا اونجایی که جا داره میکشم تا بافتم کامل جمع بشه. خب حالا رنگ بعدیم رو برمیدارم که رنگ سفید هم. یه گره به سر قلابم میزنم به این شکل. حالا میرم داخل یکی این 2 زنجیره. ببین ما اینجا 2 زنجیره داشتیم، یه فاصله 2 زنجیره فرقی هم نمی کنه. داخل یکی از این 2 زنجیره ها میشیم به این صورت و 3 تا زنجیره میزنیم برای شروع کار. خب 2 تا پایه بلند همینجا. ببین همینجا که من
نخ رو وارد کردم، سه زنجیرم رو زدم، دو تا دیگه پایه بلند می بافم. خب بعد میرم داخل دو یه دونه زنجیره میزنم. خب بعد میرم داخل دو زنجیره بعدیم. تو دو زنجیره بعدیم هم سه تا پایه بلند می بافم. یک، دو، سه. یه دونه زنجیره میزنم، دوباره میرم داخل این دو تا زنجیره بعدیم. تو دو تا زنجیره بعدیم هم سه تا پای بلند می بافم. خب دوباره یه دونه زنجیره میزنم، میرم تو دو زنجیره بعدیم. یعنی داخل تک تک این دو تا زنجیره ها رو با سه تا پای و فاصله یه زنجیره پر میکنم. الان ببینید من داخل این فاصله ها که پایین دو تا زنجیره داشتیم سه تا پای بلند زدم، یه دونه زنجیره، بعد میرم تو دو زنجیره بعدی سه تا پای بلند میزنم، یه دونه زنجیره میزنم، میرم تو دو زنجیره بعدی و به همین شکل تا این رج رو میبافم به انتها که رسیدم دوباره میایم با هم رج بعدی رو میبافیم. خب ببین من الان داخل تمام دو تا پایه هامو، دو تا زنجیره هامو با سه تا پایه و فاصله یک زنجیره پر کردم. آخرین دو زنجیرم هم سه تا پایش رو زدم، یه دونه زنجیرش هم میزنم، میام به این سه تا زنجیره که اول زده بودم اینجا. ببین این سومی به این شکل یه بست میزنم. حالا سه تا زنجیره میزنم به عنوان یه پایه بلند روی این سه زنجیره قبلی. حالا میرم پایه دومی میبافم. پایه دومم هم میبافم. بعد پایه سومم رو میبافم. حالا روی پایه سومم یه پایه اضافه میبافم. یعنی دوتا میبافم. و پایه هم از سه تا به چهار تا میرسه. دوباره یه دونه زنجیره میزنم، میرم روی سه پایه بعدی. روی اولین پایه بلندم یه دونه پایه بلند میبافم. روی دومی هم یه دونه پایه بلند میبافم. روی سومی دو تا پایه بلند میبافم. یک، دو. خب حالا دوباره یه دونه زنجیره میزنم، میرم رو سه تا پایه بعدیم. روی سه تا پایه بعدیم هم اولیشو یه پایه بلند میبافم، دومین پایه بلندم هم یه پایه بلند میبافم، حالا سومی رو دو تا پایه بلند میبافم. یک، دو. و این کار رو دوباره تا آخر رج ما با هم تکرار میکنیم. یعنی روی پایه هامون سه تا بودن، پایه هامون میشه چهار تا. یه زنجیره میزنیم، میریم سه تا پایه بعدی، اولی و دومیشو میبافیم، روی سومی دو تا پایه میبافیم. حالا این رج من باز میبافم تا آخر و میام آخر رج رو بازم با هم دیگه نگاه میکنیم. خب ببینید من تا آخر رج بافتم، سه تا پایه هم همه چهار تا پایه شدن، آخرینم بافتم، رو سه تا پایه هم چهار تا پایه بافتم و یه زنجیره میزنم و میام به آخر کار میرسم. این سه تا زنجیره که اول زده بودم سر سوم زنجیرش یه بست میزنم و رج تموم میشه. حالا دوباره برای شروع رج سه تا زنجیره میزنم. الان چهار تا پایه دارم، درسته؟ باید پایه هم بشه پنج تا. ما توی هر رج یه پایه به این پایه هامون اضافه میکنیم، زنجیره تک زنجیره همون هم ثابته و این دیگه تکراره. این بافت از اینجا دیگه تکراره. ببینید سه تا زنجیره میزنم برای شروع کار، پایه دومم رو میبافم، پایه سومم هم میبافم، پایه چهارمم هم میبافم که آخرین پایم هست و همیشه روی آخرین پایه رو دوتا میبافم. دوباره یه دونه زنجیرم رو میزنم، میرم تو بافت بعدی. دوباره اولین پایم رو میبافم، دومین پایم هم میبافم، سومین پایم هم میبافم، آخرین پای که الان چهارمین پای من هست دوتا میبافم. به این شکل دوباره یه دونه زنجیره میزنم، میرم رو پایه بعدی. ببینید دو بافته بعدی پایشو میبافم، روی هر پایه یه دونه میبافم،
تا به پایه آخری میرسم. روی پایه آخری که الان چهارم پایه ما هست دوتا میبافم و اینش به این شکل پایه هام اضافه میشه. دوباره یه زنجیره میزنم میرم بافت بعدی. حالا چون کار تکرار هست من اینجا یه دونه آماده شده شو دارم به شما نشون میدم، توضیح میدم، بعد ادامه کار با هم میبافیم. ببینیم ما الان رج اول 3 تا پای بلند داشتیم، یه زنجیره 3 تا پای بلند. رج دوم 1, 2, 3, 4 تا پای داریم، یعنی یه پای اضافه کردیم. حالا میریم رج بعد، رج بعدم دوباره ما 4 تا پایمون میشه 5 تا پایه. ببینید 1, 2, 3, 4, 5 یه دونه زنجیره میزنیم میریم تو بافت بعدی و این رجا به همین شکل ادامه پیدا میکنه. توی هر رج ما پایه ها رو میبافیم، روی آخرین پایمون یه پایه اضافه میبافیم و به این صورت پایه های ما بیشتر میشه و دایره ما هی بزرگتر میشه. تنها نکته ای که این باف داره اینه که شما توی شمارش پایه هاتون نباید اشتباه بکنید، یعنی یادتون نره که پایه اضافه کنید. اگه یادتون بره پایه اضافه کنین بافتتون جمع میشه، خراب میشه. فقط باید هر بار شمارش کنید پایه هاتون منظم باشه، همه پایه ها باید بهشون اضافه بشه در هر رج. یه دونه زنجیرتون هم فراموش نکنید، حتما یه دونه زنجیره بزنید. اگه به همین روال منظم ببافید به هیچ عنوان لیفتون جمع نمیشه. الان ببین من اینو بافتم هیچ جاشم جمع نشده. برای بافتن این لیف من ببینید 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 رج بافتم. خب شما میبافین 8 رج ها. چون تکرار هست دیگه من نمیام ادامه بافتو بگم، به همین صورتی که گفتم ببینید اینو هم به همین شکل ادامه باف میدین تا 8 رج میشه. خب 8 رج که شد من میام و بهتون دسته کار رو میگم. منم اینو میبافم تا 8 رج و میام دسته کار رو بهتون میگم. پس حواستون باشه هر بار به پایه هاتون توی پایه آخر یه دونه اضافه کنید، یه دونه زنجیرتون هم بزنید، بعد به تو بافت بعدی دیگه به این صورت که به بافین هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب ببینید من بافتم به این صورت، توی هر رج به آخرین پایه بلندم یه پایه اضافه کردم، زنجیر زدم، رفتم بافت بعد. الان آخرین رجی هستم که ببینین این پایه‌شو بافتم تموم شده. آخرین پایه رو با شما می‌بافم. ببینین یه دونه زنجیره می‌زنم میرم تو بافت بعدی. خب تک تک پایه‌ها رو می‌بافم. الان که این رج آخر هست من پایه ها رو میشمارم، شما باید پایه هاتون به همین اندازه باشه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 تا پایه داریم. خب به پایه آخر که رسیدیم یه دونه اضافه میکنیم میشه 9 تا پایه. یه دونه زنجیرمون هم میزنیم و به سر اون 3 تا زنجیره اول یه بست میزنیم و اینجا دیگه کار بافتمون تموم میشه. ببینید گردی بافتمون هم به این شکل. اگه شما همونطور که گفتم تعداد پایهاتون رو رعایت کنید، تک زنجیرتون هم فراموش نکنید بزنید، بافتتون به هیچ عنوان جمع یا خراب نمیشه. حالا میریم که دستش رو ببافیم. برای بافتن دسته اول 3 تا زنجیرمون رو میزنیم و شروع میکنیم به بافتن پایه ها. روی هر پایه یه دونه پایش رو میبافیم. 1, 2, 4 روی هر پایه یه دونه پایم رو میبافم. اینجا دیگه اضافه نمی کنم چون میخوام دستم رو ببافم. پایه آخرم که زدم بدون اینکه اضافه کنم یه دونه زنجیره میزنم میرم روی پایه بعدی که بعد از زنجیره هست تو بافت بعدی. ببینید این الان تک زنجیرمونه، این بافت بعدی، این پایه رو میبافم. خب پایه های این
بافتمم. میبافم روی هر پای بلند، یه دونه پای بلند میبافم. روی هر پای بلند و یه دونه پای بلند میبافم. میرسم به آخرین پای بلند، دیگه اضافه نمی کنم چون دستمه. خب آخرین پای بلندی که بافتم یه دونه زنجیرم رو میزنم، میرم روی پایه بعدی بعد زنجیره. ببینید این بافتم تموم شد، تک زنجیرشه، به این بافت بعدی میرسم و اینجا یه دونه پای بلند دیگه میبافم. و از این قسمت الان من برای دستم از این قسمت دیگه تا ته نمیرم، 5 تاشو میبافم. ببینید یکیشو بافتم، دوتا پای بلند، سوم پای بلندشم میبافم، چهارم پای بلندشم میبافم، پنجم پایه. به نظر من همینقدر دسته کافیه. خب چون که توی آبم میره و اگه شما بخوان خیلی دستتون بزرگ کنید دیگه شل میشه، بزرگ میشه اصلا. همین مقدار کافه، یعنی 20 ببخشید، یعنی دو تا از این بافتاتون و 5 تا از بافت بعدی. ببینید به این صورت همه رو من زدم. خب حالا برمیگردم بافتمو برمیگردونم. خب بافتو به همین صورت که هست ادامه میدم، 3 تا زنجیره میزنم به عنوان پای بلند اولم، به عنوان این پای بلند اولم، بعد میرم پای بلند دومم میبافم. خب بعد پای بعدیمو میبافم، 3 تا 4 تا 5 تا. ما اونجا 5 تا پای بلند بعد از تک زنجیرمون داشتیم دیگه، بعد تو رج بعدم این 5 تا رو داشته باشیم. بعد یه دونه زنجیره میزنم میرم پایه بعدی، روی هر پایه رو یه دونه پایه میبافم. دیگه نه زیاد کردن داریم و فقط شمارش کنید که بازم پایه هاتون تو هر رج یک اندازه باشه تا دستتون کاملا صاف و یک دست در بیاد. ببینید من روی هر پایه رو یه دونه پایه میبافم. حالا میرسم به یه دونه زنجیرم. خب یه دونه زنجیرم هم میبزنم، بعد میرم رو پایه بعدی، این پایه بعدیشم میبافم. دوباره رسیدم به پایه ها رو میبافم. روی هر پایه بلند من یه دونه پایه بلند میبافم. خب روی تک تکشون یه دونه پایه بلند میبافم به این شکل. به آخر رجم که رسیدیم، ببینید این 3 تا زنجیره اول که زده بودیم آخرین زنجیرش، سومین زنجیرش رو روی اونم یه دونه پای بلند میبافیم. اینا جا نندازید که باعث میشه لبه کارتون کج بشه، ولی ببینید الان روش بافتیم لبه کارمون کاملا صافه. حالا من برمیگردونم دوباره بافتم و برمیگردونم، شروع میکنم دوباره همین بافت رو تکرار میکنم. یعنی 3 تا زنجیره با عنوان یه پای بلند میزنم، روی هر پایم رو یه دونه پای بلند میبافم، روی تک تک پای بلندام یه دونه پای میبافم. شما اگر تازه میخواید لیف ببافید و اوائل کارتون هم، سعی کنید همه رو بشمارید، چون با شمارش میفهمیم که پایه رو جا انداختین یا نه. باید شما توی هر رج همون تعداد پایه رو داشته باشین برای دستتون، نباید کم و زیاد بشه. ببینید من الان رسیدم به تک زنجیرم، پایه هامو زدم، به تک زنجیرم که رسیدم یه دونه زنجیرم میزنم، دوباره میرم پایه بلندار میبافم. روی اون تک تک پایه بلندای بعدی من یه دونه پایه بلند میبافم به این شکل. روی هر پایه بلند یه دونه پایه بلند میبافم. وقتی که به زنجیرم رسیدم، خب الان من به زنجیرم رسیدم، یه دونه اینجا یه دونه زنجیر دارم، یه دونه زنجیرم رو میزنم میرم رو پایش. خب
الان پای بلندم رو میبافم. اینجا 5 تا داشتم دیگه آخری کنم. باید بازم 5 تا داشته باشم. الان یکیشو بافتم. این دومیشه. این سومین پای بلندم. این چهارمی. اینم پنجمی. ببینید. اینم میبافم. و دوباره بافت رو برمیگردونم و بافتم دسته بافتم تکرارش همینه، یعنی شما پایاتون رو میبافید، به زنجیره رسیدین یه دون زنجیره میزنید، دوباره پایاتون رو میبافید، دوباره تک زنجیره رسیدین تک زنجیرتون رو میبافید، دوباره پایاتون رو میبافید. دیگه هیچ اضافه و کم و هیچ کاری نداریم توی دسته، فقط هر پایه رو سر جای خودش یه پایه میبافیم، روی زنجیرمون هم یه دون زنجیرمون رو میزنیم و دوباره پایه‌هامون رو میبافیم. اینو میبافیم تا 8 رج. بنابراین 1 2 3 تا رجش ما الان بافتیم، 5 رج دیگه هم روش میبافیم و بافتمون به این صورت در میاد. 8 رجمو زدم، دستمو درست کردم و تموم شد. حالا شما اینو که بافتین تموم شد، این 12 بافت فندقیتونو میزنین و همین بافتی رو که بهتون آموزش دادم و کامل این گرده رو دوباره میبافین. به دسته که میرسین یه تفاوت کوچیک با این لیفتون داره که اونو الان بهتون میگم، بعد دوتاشو با هم آماده میکنیم و با هم دیگه وصل میکنیم. پس اینو که بافتیم تموم شد، یکی دیگه گردیشو میبافیم که الان من بافتم آماده هست و بهتون میگم که تفاوتش با اون چیه. ببین آخریشم که من پایمو زدم، میام اینجا یه دونه بس میزنم به این شکل و نخمو قیچی میکنم. توی دسته قبلی اگه یادتون باشه ما دسته رو با همین نخ ادامه میدادیم. خب نخمو قیچی میکنم، بعد دوباره نخ داره قلابم گره میزنم. حالا من چون میخوام اینو از پشت به این قرار بدم، باید این بار این 5 تا پای بلندم به این سمت باشه، درسته؟ پس باید اینو روی این که قرار میدم، خب به این صورت از این فرقی هم نمیکنه، الان چون نخ قیچ کردین هر کدوم از این تک زنجیرها رو میتونین انتخاب کنین. ببین این تک زنجیرم باید روی این تک زنجیره باشه و 5 تا بافتمو از اینجا بگیرم. پس من یکی از تک زنجیرها رو نشون میکنم، بعد میشمارم 1 2 3 4 5. خب پنجمین پایمو میگیرم، خب و یه بست میزنم به این شکل. حالا بافت همون بافت دسته شروع میشه. ببینید 3 تا زنجیره میزنم، بعد 4 تا پایم رو میبافم که با این 3 تا زنجیره که اول زدم میشه 5 تا پایه، بعد این 5 تا پایم رو میبافم، بعد تک زنجیرم رو میزنم، بعد میرم پایه هامو میبافم. حالا چیزی هم که میخواستم اینجا بهتون بگم اینه که اگه شما این لیف رو با نخ پنبه بافتین، باید دو رج اضافه تر ببافین، چون نخ پنبه نازک هست و به این مقدار ببافین لیف کوچیکی میشه. پس باید دو رج با نخ پنبه بیشتر از این ببافین. یعنی ما الان 9 تا پایه داریم تو هر کدوم از این بافتامون، شما باید دو رج دیگه ببافین 10 تا و 11 تا، یعنی آخر سر باید شما 11 تا پایه بلند داشته باشید، ولی واسه کامبا همین مقدار کافیه. خب ببین رسیدم به تک زنجیره، تک زنجیرم هم میزنم، دقیقا مثل دسته قبلیه، فقط تفاوتش همینه که گفتم شما باید 5 تا پای بلند و حواستون باشه این سمت بندازید که وقتی لیفو میخواین روی همدیگه قرار بدید کاملا مرتب و تمیز در بیاد لیفتون، چون اگه بخواین دوتا رو مثل هم ببافین اون وقت وصل کردن براتون مشکل میشه. غیر ممکن نیست، میشه وصل کرد ولی سخت داره. حالا من سعی میکنم اون راهی که اصولی و آسان تره رو بهتون بگم. خب اینم پایه ها رو بافتم، الان دستم دیگه دقیقا به اندازه این دست است.
و مثل دسته قبلی که بهتون گفتم اینو میبافین هشرجشو، تموم که شد میایم با هم دیگه به هم وصلش میکنیم. خب ببینید من الان بافتم هر دو تا طرف لیفو به این شکل. حالا پشت کارا رو روی هم دیگه قرار میدم. ببین پشت به پشت کارا به این صورت روی هم قرار میدم. از هر دو طرف روهاش باید طرف ما باشه. من یه گره به سر قلابم میزنم و میام این دو تا لیفو که گذاشتم روی هم به این شکل. خب اولین ببینید اولین رجز دستمونو میذارم روی هم، این اولین بافتاشو میگیرم. ببینین ببینین اون برای پشتری هست، اینم برای رو. اینا رو که من روی هم قرار میدم به این شکل، اینو میگیرم میارم و یه پای کوتاه میزنم. حالا شما هر مدلی که بلدی میتونین اینو بس کنین، ولی من اینجا میخوام به این روش اینو به هم بس کنم. دو تا زنجیره میزنم و بعد همینجا دو تا پای بالا میبافم به این صورت. بعد میام تو رج پایین تری. ببین این لیفو که رج به رجش رو حساب کنیم، میرم تو رج پایینی دو تا رو با هم میگیرم و یه پایه کوتاه میزنم. دوباره دو تا زنجیره میزنم، همینجا دو تا پایه بلند میبافم به این صورت. دوباره میرم تو رج بعدی. ببینید کارا که روی هم هست، هر رج رو به همین شکل به هم دیگه بس میکنم. دو تا زنجیره میزنم، دو تا پای بلند میزنم، دوباره میرم توی رج بعدیش به این شکل و یه پای کوتاه میزنم و اینو به همین صورت به هم دیگه وصل میکنم. خب ببینید من دسته رو هشتاشو زدم، 1 2 3 4 5 6 7 8 هشت دستم رو زدم، هشت دسته داشتم دیگه. رسیدم به خود لیف و اینجا به تک زنجیره میرسیم، داخل تک زنجیره میشم. خب همون کار رو انجام میدم. ببینید دوباره دو تا پای بلند میزنم، دو تا زنجیره میزنم، دو تا پای بلند میزنم. حالا به این بافتای سادم که میرسم میشمارم 1 2 3 3 تا. 3 تا از پایه ها رو میشمارم 1 2 3. میرم گندمی سومین پایه رو میگیرم و یه دونه پایه کوتاه میزنم و دوباره بافت رو تکرار میکنم. یعنی 2 تا زنجیره میزنم همونجا تو همون گندمی، 2 تا پایه بلند میبافم، دوباره میشمارم 1 2 3. تو ببین گندمی سوم پایه را هر دو را، هم لیف و پشتی را هم جلوی را میگیرم و یه پایه کوتاه میزنم و بافت رو ادامه میدم. به همین صورت دور تا دور لیف رو میبافم و من الان اینو میبافم تموم که شد میام دستشم با هم میبافیم و لیف تموم میشه. خب ببین من دور تا دور زدم، آخرین ستاییم هم زدم، همینجا یه پای کوتاه میزنم و چند تا زنجیره برای کارم میبافم. برای عنوان دسته شما میتونی یا زنجیره زیاد بزنید، بلند بزنید، بیا این بر وصل کنید، یا مثل من 12 تا 15 تا زنجیره بزنید و همینجا وصل کنید، یا دسته کوچیک داشته باشید که فقط برای آویزون کردن. ببینید بعد میام همینجا اول کارم یه پایه کوتاه میزنم و کار تموم میشه. قیچی میکنم، نخمو میگیرم، بعد این دوتا نخره که اینجا دارم، این سفیده که از لیف قبلیمه و این آبی هم که دور لیف رو بافتم، اینو محکم به هم گره میزنم و داخل کار پنهان میکنم به اشتباه. از بافت دارد میکنم و نخو پنهان میکنم. از همه این بافت دارد میکنید و پنهان میکنید.
و این لیف ما به این صورت آماده میشه. امیدوارم که شما ببافید و لذت ببرید. اگه سوالی هم داشتید میتونید کامنت بذارید، جواب میدم. ممنون نگاه زیباتون.